بخشی من اجازه گرفتم فکر کردم گفتیم بیان داخل. معذرت میخوام، ترسوندمتون. نه خیر، این چیه؟ چای دیگه. کی چای خواست؟ مگه شما بعد بگی؟ من حس کردم شما انرژیتون افتاده، گفتم چای بیارم. بردار آقا، بردار. خانم بردار میزم تمیز کن. شما فکر کنم فشارتون افتاده، میخوای که عیبو کنی؟ این چی بود؟ برای فشارتون دیگه، گفتم با خوب بیاد. بابا چیدی نه، عطسه خوبه که واسه بدن. ببینید شما هر چقدر سر من داد بزنید ما مستخدم شما. بفرمایید بیرون. خانوم مادین، ما کارگر شماییم. بله. خدا رو تو بگیرم. 16000 تومان. علاوه 135000. خسته نباشیم بابت کار روزانه. ممنونم. 35700. آه، این چی بود؟ بهار نارنج بود، گفتم که بوی خوب بهتون بخوره، محیطتون عوض شه. اگه هم خواستین این موقع حالش رو بگیرین رو من حساب کنین. کیو؟ همین که باش با کل کردین یالا درست نیست، ولی کلان کاری بود رو من حساب کنین. این فضولیا به شما نیومده، برو به کارت برس. نه خدای نکرده، نمیخواستم جسارت کنم. گفتم اگه موقع مشاوره یه چیزی خواستین رگ خواب اینا دست من هست. یه تو که پا بیاین تو آبدارخونه، من در خدمتتونم. چطوری؟ خوبی؟ کارت داشتم. ببخشید خانم دلربا، بهشون بفرمایید که سرویس مدرسه پارسا امروز خراب شده، حتما تشریف ببرن دنبالشون. بله چشم. آقاتون فرمودن؟ شنیدم. بهشون بفرمایید خودشون تشریف ببرن، من خرید دارم. بله چشم. شنیدم. آه. بهشون بفرمایید که من امروز باید برم دنبال یه باید و مایید نداریم. باید بره بچه‌شو بیاره. باید. شنیدم خانم. باید نداریم چیه؟ بس دیگه. باید، شاید، باید، شاید. از قدیم گفتن زن و شوهر دعوا کنن، من چه میدونم، اصلا به من هیچ ربطی نداره، با هم حرف بزنیم. به هر حال من هزار تا کار دارم، امروزم نمیتونم برم دنبال شما، زحمتشو باید بکشی و بری دنبالش ورزش بیاری. همه یه کارات با درد سره. من میرم خرید، شما میری بچه رو میاری. من اصلا پایتم، از اول من به شخص عاشق اینجور ماشینم، عاشق اینجور ماشینم. بعد چی میگی؟ خب حل دیگه، پس این چهار تا رینگم که بندازیم دیگه جواب میده اساسی. حالا دیگه خودمون دوتا میریم صفا، بعد تو راه شمال جوجه. چه حالی میده این جوجه رو تو داشته باش، جوجه رو میریم بعد این صندوقم رو پر باید بشیارو بشیم. آره صندوقم رو پر بار میکنیم، همه خوردنی ردی، مثلا همینجوری مثل جاده. چقدر خوب دست انداز داره. آره آره، تو بچه ها رو کسی نگو، خودمون دوتا میریم، اصلا به کسی کار نشه. منم میام. آره تو بکن، بعدم بزرگ شدی میبرم. آره من بابا دارم، من منتظر زنگم الان. چقدر حرف میزنی تو؟ طرف این کار هست، نمایشگاهیه. چی کار هست؟ چی بابا؟ درست. من واقعا به این پول احتیاج دارم، میفهمی؟ حیاتیه. یعنی اول دماغ حیاتیه؟ هست. چی هست؟ نیست. حالا در هر حال هر زنی از شوهرش سری خواسته ها داره دیگه.
ببین به هر حال به هر حال هر زن و شوهری باز داستانای تکراری. به جای این حرفا یکم به من اهمیت بده. ای بابا دختر تو یکم به خودت بیا فراز، بذار به خودت بیا. من تا حالا این مدلیشو دیگه ندیده بودم. آره هیچکی ندید، آخه جدیده. ببین میدونی میخوام چیکار کنم؟ باریک، سر بالا، البته 100% طبیعی، عالی میشه اسود. سر بالا یعنی چی سر بالا؟ من اصلا منظورم این نبود. خودت هم یعنی گفتی مدلیشو ندیدم. منظورم اینه که شما وقتی دماغ به این قشنگی داری، خوشگل باریک، چرا بری 1000 تا وام و قرض و کوفت و زهرمار بگیری؟ چی هست اون؟ فقط زیاد تکونش نده، از سر شام بلندش کردم تگری میزنه رو پرونده. نه جون تو مراقب باشا، خطرناک نیست؟ نه خطر نه، فقط تکونش نده تگری نزنه. هم باش احتیاط کن. راحت باش. سلام علیکم، ببخشید گفته بودیم تا قبل از آماده بشه خدمت شو بگیرنش لطفا. آفرین، میبینم حساب کار اومده دستتون. بله خیلی. سوسکی بیچاره رو میگم باش تکون میخورم. سلام. سلام، خوبم، دوباره چته؟ خواستم بگم این پرونده ها رو نگاه کنی، کلن همه چی جابجا شده. خوبش خوب چی کارش کنم الو؟ بیا اینجا تا من بهت بگم چی کارش کن. خیلی ببین این پرونده ها رو دندو برگر، به درد بیوشی میخوری. یه لشکر رو جنگ رفتی؟ نه جنگ با چی؟ میتونی بری جنگ، یه لشکر رو میتونی با همدیگه منهدم کنی، همه رو بیوش کنی. آره بگو. این پر... اونجا رو نگاه کن، با من صحبت کن. این پر... نمیتونه. نمیشه. خب دن تو باز کن، باز کن، باز کن، باز. خب 10 سانتی میتونی بیا جلو، بیشتر نه. خیلی خوبه. بگو این پرونده ها رو میبینیش؟ جواب نداد. باز کن این پرونده ها رو کلا نگاه کنی. جواب داد. همه چیش برم بیده. چی بود داشتی فرت و فرت داری معتادش میکنی؟ معتادم هستی؟ نه. ببینم داشت معتادت میکرد؟ نه نه معتاد چیه؟ دن تو باز کن. چی دن تو باز کن؟ یعنی چی میخوای بود منم معتاد کنی مثل این؟ بابا معتاد چی خوش بکننده دهانه؟ دن تو باز کن. خمش نم رو سیبیل چقدر خونکی یه ها کن. وای تو خیلی خونکتر از من. ببین یه 3-4 تا از اینو بگیر بیار تو اتاق و بچه حالشو ببری. بس بس برو دیگه. ای بابا داشتم میگفتم اینا رو نگاه کن، ببینی کلن همه چی برمیدن. بله کلن همه رو جا به جا نوشتی، پایین و بالا، بالا رو پایین. ها اینجوری شده بس. چیه باز مصیبت آوردی برام؟ نه این اقدام شده، نترس. آره همه فقط مونده بایگانیش. آره میدونم، مثل همیشه این بدبختی منو میبینی، اندازه 1 سال به این پرونده دادم. آقا چایی
ای بابا عمو جان بازم که تو این لیوان یه بار مصرفا برای ما چای آوردی که. بابا مهندس شما دیگه خیلی ناناز شدی آقا. چه فرق شما گفتی اونا بهداشتی نیست یه بار مصرف اینا الان یه بار مصرف، ما دیگه نمیدونیم چه سازی تو این شرکت برقصی آخه. ببین عمو جان این یه بار مصرف مال آب خوردنه، یه بار مصرف چای فرق میکنه. قربون تو برم لیوان لیوانه دیگه، لیوانا همشون یه شکل، درشون بازه تهش بسته است توشم مایه میریزم، من فرقی نمیبینم تو این آب چه فرقی میکنه آخه. نه جدی فرقی نمیبینی، یکم دماش فرق میکنه، یه مقدارم کلرتره که چای دیگه. خب واقعا میخوری دیگه قربون. آفرین، همون دما چون فرق میکنه و رنگ، این سرطانزا میشه عموجا. آقا بفرمایید. به شما هم توصیه میکنم که نخورید. من تشنمه نمیتونم، ببخشید. دست گلتون در نکنه. چایی سرطان. نه نه نه. مهندس شما دست در نکنه. خواهش میکنم شما. مهندسم. واقعا سرطان ساز؟ نه بابا مهندس، اون یه چال چشش به چهار نفر افتاد، میخواست یه رخی خرج کنه. سرطان کجا بود؟ اشک چشه چاییه بفهم. من نمیخورم. بابا گوله داغ که نیست، اگر فکر میکنه چاییه دیگه. بفهم. خدمت شما. دست درد نکنه آقا مولا، چاییت خیلی هم خوبه، هیچیش نیست. داری چی کار میکنی؟ میخوایی خانمای محترم سرطان بگیره؟ بابا سرطان چیه اینا؟ چای اینا بخت واکن است. سرطان کجا؟ اون یه چیزی گفت. بفهم. ممنونم. سبکو سبکو. ممنون. میشه چا بخت وا کنه. میشه شما نخوری؟ یه دقیقه سب کن حالا من میرم. نخور سلام. ببخشید. بفرمی. نمیخورم. اگه میخوای به کسی لطف کنی تو لیوان نیم خورده خودت بهشون تعارف نکن. ببخش. روبا. بله. تو واقعا یکی دو تا تختت کمه ها. چرا؟ چرا؟ مرد بیچاره واسط میمیره، محل بهش نمیدی. بعد چی؟ من که اصلا قصد ازدواج ندارم. البته فعلا ندارم. بعدم هستم. فعلا سرطانزاتو بخور. اه خود سرطانزا بخور رودار. چایی تو گفتم، دهنت خوش شده بخور. ما قبول داریم فروشمون پایین اومده، تقریبا تمام انبارامون پر شده، اما الان تو فکر تهیه و تدارک تسهیلات بانکی هستیم. اگه بتونی چی خانم محترم؟ شما میخواییم با گرفتن وام و تسهیلات حقوق کارمنداتون رو پرداخت کنید؟ اینا نمیتونه درمان واقعی باشه، همش موقتیه. جناب آقای رئیس، به نظر من همونجوری که قبلا خدمتتون گفتم، ما اگه دفاتر نمایندگیمون رو افزایش بدیم و کالاهامون رو معرفی کنیم، میتونیم خودمون رو از این بحران خارج کنیم. جناب افشار، پیشنهادتون چیه؟ تبلیغات، مخصوصا تبلیغات تلویزیونی. چون ما میتونیم کالاهامون رو به مردم معرفی کنیم و مردم میتونن بیشتر ما رو بشناسن. البته ما این کارو چندین بار انجام دادیم ولی به نتیجه نرسیدیم. ببینید جناب مهندس، تبلیغات باید مستمر باشه. سلام، بفرمایید. سلام. بفرمایید دهنتون رو شیر کنید. اون وقت به چه مناسبه؟ هیچی، همجوری فقط خواستم دهنتون شیر شه. شما بخور، خیلی ضعیف شدی، براتون خوبه، بخور. نه خیلی شیرن، همچی نرمن، بفرم. نمیخورم. باش باش، خودم بخور. بایی جان، چیه؟ کشتیت غرق شده؟ نه خیر. امان از عاشقی. باز تو فالگوش وایسادی؟ من فقط درکش میکنم. بذار من رد شما. درکش میکنی؟ یکم از این درکت کم کن که اینقدر سرشار نکنه. شما هم آقا اگه به کسی علاقه داشتین، شما هم مثل من درکش میکردین. بله. چی خوردی؟ هیچ، سلوبیا. سلوبیا که اینقدر بو نمیده. مسواک بزن. مجددا سلام. ها هنی چته؟ ها یعنی دوباره چته؟ هیچ، فقط خواستم شیرینی رو بردارم خراب نشه، خودم بخورم. بخور درد بخوری، اینقدر بخور تا قندت بره بالا، بشی عین چنر. ها بشی عین چقندر. خواست خداحافظ. اگه نگفتید مریم رو خیلی دوست دارین.
بیشتر از دخترم. کدوم دخترتون؟ حالا اگه داشتم، حالا تو انقدر گیر ندادی بچه. پس چرا راضی نمیشین؟ من راضیم، اون عمود راضی نمیشه. عمو هم که داره همینو میگه، اونم میگه شما راضی نمیشین. آره؟ با اون مهریه که اون در نظر گرفته من راضی نمیشم. آقا جون اصلا خوب نیست، این چه معنی میده؟ مگه مهریه بر اساس مود و غیر و فعل بابای من؟ پسرم تو رو خدا به خودت بیا، تو دیگه بزرگ شدی، اونا میخوان بر اساس تاریخ تولد دخترشون از تو سکه طلب کنن. میدونی چقدر میشه؟ یه جور حرف میذارن انگار همین فردا میخوام از هم جدا شیم. بابای من گیرم تا آخر عمرت هم زنت باشه، ولی خب هر وقت بنده خدا طلب کنه مهریهشو بخواد و تو پرداخت کنی. مهریه اندل مطالبه است، ربطی به طلاق هم نداره. صد بار بهت گفتم، بازم دارم بهت میگم، حرف من یک کلامه. برو اون عموتو راضی بکن، یک مهریه منطقی در نظر بگیری، چشم، من در خدمتم. برو اینقدر دیگه حرف نزن که حوصله مو سر بردی. ده برو دیگه عزیز دلم. فرناز بس ببینم این چه کاریه تو انجام میدی؟ با یکی دیگه دعوت میشه میری سر من خالی میکنی؟ آقا مسعود میدونستی دروغ اصلا واسه زندگی مشترک چیز خوبی نیست؟ دروغ که نه. نه؟ نه نه که یعنی اصلا چیز خوبی نیست، خیلی بده. نه که نیست، پس چرا به من دروغ میگی؟ من کی طالبت؟ چرا دروغ تو درن من میذاری؟ تو الکی میگی، همش به من میگی بینیت خوبه بینیت خوبه، ولی همش الکی میگی به خاطر اینکه میخوای خرج و دست خودت نذاری. بینیت که خوبه، بینیت خوبه، کوچیک قلمیه، میرید عمل میکنی خیلی بد میشه و خیلی بدتر از این. بی خیال شو، ول کن. آقا مسعود من شما رو میشناسم. همین رفتی بری که دیگه بر بگردی و مثل شب و پروانه باشی. ما هم که نمیدونیم اصلا شما چی جا گذاشتی. سوخت. چی؟ میشید دختر خالمه؟ برو دیگه، برو بردار بیار دیگه. اینجا چیه؟ من برم؟ خسته نباشید، زورتون بخیر. زور شما. البته باید بهشون بگیم شبشون بخیر، چون اینقدر پرونده دارن تا شب اینجا، درسته؟ بله خیلی پرونده. آقا سروش کمک میخوای؟ نه ممنونم، شما بفرمایید، دو تا کارگر میگیرم ان شاء الله جمعش میکنیم. واقعا؟ آخه خرج اضافی من میتونم کمکتون کنم. نه خواهش میکنم، دیرتون میشه. بفرمایید از اوستین. چی؟ بفرمایید بره سر کارتون. خود حالا برو عقب، اکسیژن بهم نمیرسه. خسته نباشین، خوب هستین. میگم من ماشین آوردم، میخوام برسونمتون. نه خیر، من عجله دارم، میخوام با مترو برم. بفرمایید. جمع کن. چیو؟ فکت اومد پایین. نه خیر، سر جاشو. من کار دارم، اگه تشریف میاریم بفرمایید بریم. سویچ که پیش منه، خودم کار دارم، شما بفرما تنهایی برو. به به به، تنها برم؟ عجب سعادتی. منو این همه خوشبختی محاله. البته یادتون باشه که پارسا رو بعد از کلاس بردارین، تو خونه هیچی ندارین، بعد خرید کنین. یه کار دیگه، آها، خریدای مامانتونم کردم، برید در خونه تحویلشون بدین. ایستگاه اتوبوسم سر کوچه است، برید با اتوبوس. چرا با اتوبوس برم؟ زنگ میزنم آژانس میاد، کولرم واسم میگیره، خیلی شیک و مجلسی به همه کارا هم میرسم. بفرمایید. حالا نمیخوای با هم بریم؟ بفرمایید با آژانس بگید براتون کولرم بزنه. ای بابا من اصلا نفهمیدم شما طلاق گرفتین با همین یک سره که دارین با هم حرف میزنین. بابا جان فعلا تو نوبت طلاقیم، خدا رو چه دیدی؟ شاید پشیمون شدم، نمیدونم. بیا بریم. ها از این نظر. حسنیا جان اگه با من میای بجون. داود جان خدافظ. آخ! بند وجودم تکید. عجله داشتم. شما اگه عجله دارین تا یه جایی برسونم اتون. نه خیر من اصلا عجله ندارم. شما بهتر جلو چشتو نگاه کنید. شما خودتو جمع کن. بله چشم. آخ!
زایه شدی آقای رابین هود؟ خورس بیمال چه صدات اینجوری شد؟ برگرد ترکیدی؟ حقیقت خاک تو سرت. کلاس چطور بود؟ بد نبود. با هم استاده بود؟ آره. خیلی خوب، کاری نداری، من هزار تا کار دارم، باید برم خونه. تو که گفتی کاری نداری؟ الان یادم اومد، خیلی کار دارم. حالا چقدر اخ کردی؟ هیچ، دلم گرفته. چرا؟ همینطوری. حالا واقعا باید بری؟ آره باید برم. پس خواستی بریم همون رستورانی که دوست داری یا؟ نه، میخوام برم خونه. خواهی بری؟ آره. باشه، خواهی بری برو، اشکال نداره. آره ببین منو. وای ممنون. تولدت مبارک. یادت بود؟ اگه میشه یادم بره، خواستی بریم همون رستورانی که دوست داشتی، ولی خب خودت نخواستی. حیف شد، ایشالله یه دفعه دیگه. فکر کردم یادت نیست، واسه همین عقب کرده بودی. ببین، برای این تاریخ تولد جون آدمو میلرزونه. چرا؟ این قضیه مهریه و سکه و واسه خوبه یکیشو دادم. حالا چند تا دیگه مونده؟ بابا شوخی کردم بخندیم، عقب کرده. خندیدم. وحید، حالا تو فکر میکنی واقعا این راهی که گفتی خوبه؟ من هر چی فکر کردم این بهترین راهه. تو بابا صحبت کن، منم عمو راضی میکنم. بابامو که میشناسی، فکر میکنی بتونی از پسش بر بیای؟ یعنی راضی میشه؟ اونا باید به حرف ما گوش کنن، ما حرفمون با قاطعیت میزنیم. اگه عصبانی شد، عصبانیتشو که دیدی. ببین، من به خاطر تو پیش میرم، از هیچی هم نمیترسم، مثل کوه پشتتم. آفرین به شجاعتت، من به افتخار میکنم. بریم؟ بریم. سلام. سلام حسین. فرزاد، منو میتونی تا یه جایی برسونی؟ چی شده؟ نمیدونم یهو چه مرگش شد، خانومم منتظره. یه لحظه صبر کن پارک کنم.
چی شده؟ نمیدونم بابا. چند روز بازی داره برده. باز همون مشکل همیشگی ها؟ نبره اینو بدی نمایندگی درستش کنه. وقت ندارم که، میدونی که تو. بله، همه وقتت واسه مدیریت و این حرفاست دیگه. ببین، بی خیال ماشین شو. سارا منتظرمه. دیر برسم پوستم کنده است. بدو منو برسون. محسن، به خدا ببین، مادرم مهمون داره. 10 بار بهم زنگ زده. گفتم 10 دقیقه بهت رسیدم. بابا همش یه ربع است. بدو. بابا به خدا شاکی میشه ببین محسن. الان با دوستاش عصبانیتشو نمیتونی تصور کنی. بدو. ببین. ببین من درو ببندم میام. ماشینو روشن کن. چه وقت ماشین خراب شده بود؟ وقتی نمیری ماشینتو چک کنی همینه دیگه. یه خرج سنگین میذار رو دستت محسنا. بابا ول کن نصیحتو، یکم تندتر برو. بابا فرقش 2-3 دقیقه است. تو زن نداری، درک نمیکنی من چی میگم. منتظرمه. من نه زن دارم نه زن میگیرم. خودمو گرفتار نمیکنم. یعنی تو با این حساب تا آخر عمرت نمیخوای زن بگیری؟ عمرم؟ با این مقوله کاملا مخالفم. چرا اون وقت؟ چون میخوام آزاد باشم، تفریح برم، بیام، برم، آقا بالا سر نداشته باشم. ببین من با این حرفت کاملا مخالفم. منم مثل تو فکر میکردم، حالا زن بگیرم، واو چی میشه، آزادیم از دستم میره، میرم تو قفس و... ولی وقتی ازدواج کردم دیدم نه بابا این خبرم نیست. من میتونم همون تفریحی که دوران مجردی داشتم با خانومم داشته باشم. چه بسا بهتر از اون. اما به شرطی که چی؟ با خانومت رفیق باشی، رفاقت کنی. بله، رفیق. من به عقایدت احترام میذارم، ولی خب منم عقاید خاص خودم رو دارم دیگه. نمیتونم با این مقوله کنار بیام. حالا اینا رو نری به سارا بگی، خواهرم از دستم شاکی بشه، بگه شوهرم رو اخفال کرده. نه بابا نمیگم. حالا به هر حال هر طور دوست داری فکر کن، هر طور راحتی. بابا گفتی نزدیکه، هرچی میریم نمیرسیم، مادرم منتظره. بابا تو هم هی منت بذار سر من، یکم تندتر برو دیگه فرزاد. میرم دیگه، چه خبر بابا؟ خوب شد تو اورژانس کار نمیکنی. لابد دیر کردیم، ناراحت شده رفته. بسه 10 دقیقه؟ نه بابا 10 دقیقه؟ عزیزم الان تقریبا 3 تا 10 دقیقه است که ما دیر اومدیم. من خب من جای اون بودم به هر حال صبر میکردم دیگه. بچه اون آقا محسن نیست؟ چرا خودشه؟ پس چرا بابا چرا خودش نیومده؟ سلام. دیر شد هم؟ من معذرت میخوام. سلام. سارا داشتم میام یهو ماشین وسط خیابون نمیاد. البته با اونجا هماهنگ کردم و گفت تا نیم ساعت هستیم، اگه زود بجنبی میرسیم. خب بریم دیگه. آها معرفی نکردم، دوستم فرزاد. سلام. آقا فرزاد. سلام. زحمت کشیدین. بچه ها دوستای منن. نگار، حدیث و فروغ. خوشبخت. خب فرزاد جان شما میتونی بری. کجا برم؟ نه بابا میرسونمتون. ما آژانس میگیریم میریم، شما برو. چه حرفیه؟ خب میرسونمتون، ماشین هست که. پس مادرم میاد رو بیشتر وقت منتظر دعوت اینا. نه نگران نباش، من میرسونمتون. مزاحم شما نمیشم. ممنون. چرا تعارف میکنین دیگه؟ بفرمایید. یا دیگه. بریم دیگه، حالا که اصرار میکنن بریم سوارش. بریم پس. گذاشت فهمیدیم رسما خوله به فروشنده اینطوری میکنه. عزیز سیز من ندیدیم. ببین اگه سلام هر از به جلوت هم نگاه کنیم. بابا حواسم هست. به نظر من موضوع خوبی انتخاب کردیم، فقط من فکر میکنم جامعه به تنوع نیاز داره. آقای تنوع کمربند. خب این که
آدم ها دوست دارن تنب و طلب باشن و یه نواخ زندگی نکنن من باش حرفی ندارم، ولی مسئله چیز دیگه ایه. ببینید یه سری از شرکت ها هستن برای که اجناسشون رو بفروشن هر دقیقه یه طرح جدید وارد بازار میکنن. خب این کجاش ایراد داره؟ ببینید شرکت های بزرگ برای اینکه طرحشون وارد بازار بره و به فروش برسه میان وارد سیاست میشن و با اعتقادات مردم بازی میکنن. خب نمونهش مثل این لباسایی که یه گروه هایی که با عقاید خاص خودشون میپوشن، مثل دستبند و گردنبند و یه جور چیزا دیگه. به اینجاش توجه نکرده بودم. به نظرم کاملا درسته. نظر شما چیه حدیث خانم؟ والا چی بگم، منم نظرم مثل بقیه دوستان. باد بزن، این چه باد زدنیه؟ داری متکا رو باد میزنی؟ دست جون نداره مگه؟ این دست گلیه که خودت به آب دادی، اینجا رو باد بزن. خب دارم باد میزنم دیگه. محسن جان، آقا محسن بیا پسرم، بیا یه ذره آب قند بخور خوبه ها. سر تو بلند کن یه ذره. باشو بفرما آقا رستم، ببین چی کار کردی؟ چه به روزی بچه آوردی؟ خودت چی؟ داشتی عشق میریختی؟ تو فقط عشقای منو دیدی، نگاه نکردی ببینی دارم پیاز خورد میکنم. اشکالی نداره که، فقط آقا جون به جای آبجی گور برادم هجله کشت، انشالله میمیره دستش راحت میشه. اول درست بگو. چی شده مریم؟ آقا جون به جای آبجی گور برادم هجله کشت، بعدن حرف بزن. انگار بابا یه چیزی کوبیده به سرش، گربه کشش کرده بیچاره محسن. با تماس میگیرم، مواظب خودت باش. یه کجا؟ برم دیگه. مثل که یادت رفته قرار دو با من صحبت کنی. نه یادم هست، ولی محسن منو ببینه ممکنه خجالت بکشه. خجالت نکش، بگو ترسیدم. منو ترس خدایش ترس داره. ببین با محسن چی کار کرده، ولی گفتم بازم میگم من به خاطر تو از هیچی نمیترسم. هیچی به من هیچ ربطی نداره. بعد امروز تکلیفم رو روشن کنی. ببین من برم تو افاقی برمیگردم. یعنی چی؟ یعنی عشق تو میکشن عزیزم. اینو باید تو سر تو میکوبیدن تا دست از این تنبلی ها بیورزگیت برداری. یه نگاه به محسن بنداز. واژگون شده. خودشو نمیگم، کاراشو میگم. کاراشم مسخره است. نه خیر، انگار تو رم باید باشون کنم. ای بابا، 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 تو کجا میری؟ کجا میری؟ کجا داری میری؟ بابا کشتنش بیچاره رو. مریم، سارا کجاست؟ هیچی نگو، میخوام قابل گیرش کنم. تابی! چی شد؟ چی میخواستم غافل گیرت کنم؟
چیه تو هم استه بابات؟ استه بابام چی؟ اه میکنی قافلگیر شدی؟ وای وحیده بیچاره 10 بار زنگ زده. کیه بیچاره؟ من بیچاره که خیلی دیرم شده. هیچکی دیرم شده، برم آماده شم. سب کن اینم، حق نداری. تا تکلیف مهری روشن نشه حق نداری. مثل که تو گوشت نمیره. 100 بار گفتم. چند بار گفتم؟ 100 بار. چند بار؟ 100 بار. الان شد چند بار؟ 101 بار. آفرین، این درسته، 101 بار. خیلی خوب، بس دیگه. مگه معلم ریاضی شدی؟ خانم! ببخش، سلام، خوبی؟ فروغه دیگه. مست؟ آخه کی فروغو میگیره؟ خیلی دلشون بخواد خانم، کی بهتر از من؟ کجای کاری؟ حدیثه. حدیث! شما به چه دلیل از کارهای بنده دخالت میکنید؟ مسئله کار و زندگی کاملا از هم جداست. شما با بنده مشکلی دارین؟ من با شما مشکلی ندارم. این پرونده هان که با شما مشکل دارم. من کار خودم رو خوب بلدم. شما هم نمیخواد واسه من شرح وظایف کنید. امر دیگه نیست؟ اگه بود خبرت میکنم. شروع رو برم. چیه؟ چی آبجی؟ ببین من تمام این پرونده ها رو دیروز بررسی کردم، خودم عدتشون دادم، الان شد؟ این میمان شما نیست. نخه این مال شماست خانم. چیکار کنم؟ آره صدا تو چرا واسه خانم محترم میبره بالا؟ این مال توئه. این هم مال مرد حسابی میخواد. نه دیگه شدی بخونه شقیه مرادم. چی بود دیگه؟ چیه چرا همه اینطوری نگاه میکنی؟ به اینو گرد و خاک.